به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل رو نیز سابسکرایب نمایید. به نقل از فیسبوک میرویس ستانکزی، زینی سرچینه وای د تاکونو د لمرنه و پایلو پر بنسد دکتر غنی توانیدلی له 2.5% تر 3.5% رای خپل کری. دا ارقام په نهایی پایلو کې د تغییر وړ دی. و همچنان به نقل از فیسبوک بشیر احمد قاسانی، به احتمال زیاد امروز نتیجه انتخابات اعلام می شود. دارالانشای کمیسیون انتخابات شب گذشته آرای دسته دولتساز را بروی میز کمیشنران پیش از 50% قرار داده بود، اما برخی از کمیشنران با آن مخالفت کردند. دیده شود که کمیسیون امروز موفق به اعلام نتایج انتخابات ششم میزان می شود یا خیر. پیش از این دسته های انتخاباتی عبدالله حکمتیار و نبیل هشدار دادند که نتیجه آرای تقلبی را نخواهند پذیرفت. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری طلوع نیوز، کمیسیون احتمال دارد نتایج نخستین انتخابات روز یکشنبه اعلام شود. انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به 3 ماه پیش برگزار شد، اما تا کنون حتی نتایج نخستین آن اعلام نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری به روز یکشنبه خبر می دهد. حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه این کمیسیون می گوید که روند بازشماری آرای 7 ولایت به پایان رسیده است و با درج اطلاعات برگه های نتایج آرای ولایت های بغلان، بدخشان، فاریاب در بانک اطلاعاتی این نهاد نتایج نخستین انتخابات اعلام خواهد شد. آقای ننگ امروز جمعه 29 خوص به طلوع نیوز در این باره گفت ریزلشیت های برگه های نتایج این 3 ولایت که به کمیسیون رسیدن روند انتکسکن و انتری آن را بالای را پایان برسانیم و فردا بتوانیم برای اعلام نتایج ابتدایی گزارش کلی بازشماری 7 ولایت را به کمیسیون انتخابات بسپاریم. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفته بودند که آنها آمادگی تکنیکی برای اعلام نتایج نخستین به روز شنبه 30 قوس را دارند. دسته های انتخاباتی که در نظارت از بازشماری آرای ولایت های پنجشیر، بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب، جوزجان و تخار حضور داشتند می گویند که باید تیم های انتخاباتی که بیشترین تقلب را انجام دادند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. محمد ناطقی عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت تا زمانی که آرای تقلبی از آرای پاک جدا نشود و اطمینان مردم حاصل نشود، طبیعتاً نتایجی که اعلام می شود برای ما قابل پذیرش نیست. این اصل بنیادی و اساسی ماست. عارف کیهانی، سخنگوی دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل نیز بیان داشت. خواست ماست کمیسیون انتخابات این است. دسته های انتخاباتی که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند و آن نامزدان انتخابات که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند از لیست نامزدان حذف گردیده و جهت مؤاخذه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردند. سرور دانش معاون دوم دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی نیز امروز در نشست در کابل از کمیسیون انتخابات خواست که به زودی نتایج نخستین انتخابات را اعلام کند. بیشتر از 2 ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم به یک شکل به گروگان گرفته شده. با این همه دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل می گویند که آرای 27 ولایتی که ناظران این دسته های انتخاباتی در آن حضور نداشتند باید دوباره بازشماری شوند. اما دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار خواهان بازشماری مجدد آرای 34 ولایت است و روند بازشماری آرا را تحریم کرده است. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری طلوع نیوز، باز هم کمیسیون
آماده ایم به روز شنبه نتایج نخستین انتخابات را اعلام کنیم. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که روند بازشماری آرا در ولایت بغلان ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این کمیسیون از رهگذر فنی آماده است تا دو روز دیگر شنبه 30 قوس نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. به گفته این نهاد از 7 ولایتی که روند بازشماری آرای آنها به تأخیر آغاز شد، تنها ولایت بغلان باقی مانده است تا روند شمارش آرا در آن پایان برسد. حبیب رحمان ننگ، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، روز پنجشنبه 28 قوس به طلوع نیوز گفت که نتایج بازشماری آرای 4 ولایت به کمیسیون رسیده و قرار است تا پایان امروز نتایج بازشماری آرای 3 ولایت دیگر نیز این نهاد برسد. با گفته او، نتایج بازشماری آرای ولایت های فاریاب، بدخشان به علت خراب شدن هوا به کابل نرسیدند. هرگاه مواد برسد امکان دارد که در یک روز تمامی کارهای تکنیکی به پایان برسد و برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات آمادگی کامل داریم. این در حالی است که اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری که نزدیک به 3 ماه پیش برگزار شد چندین بار به تأخیر افتاده است. شمار از نهادهای ناظر بر روند انتخابات می گویند که کمیسیون انتخابات نباید پس از این به هیچ بهانه نتایج نخستین انتخابات را به تأخیر بیندازد. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا گفت به خاطر اینکه کمیسیون انتخابات نتوانسته است اعتماد کامل را به دست آورد، بنان هر چیز زودتر نتایج ابتدای انتخابات را اعلام کنند تا که فرصت کاری برای رسیدگی به شکایت ها و تامین عدالت انتخاباتی برای کمیسیون شکایت های انتخاباتی مساعد شود. در حالی که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بازشماری مجدد آرای 27 ولایتی که در غیبت ناظران این دسته انتخاباتی آرای آنان بازشماری شدند، پافشاری دارد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که با پایان بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده نتایج نخستین انتخابات را اعلام خواهد کرد. نوررحمان اخلاقی، مسئول فنی دسته انتخاباتی عبدالله گفت بازشماری که زیر نظر دو طرف متقلب شده، آن بازشماری قابل قبول نیست. اگر کمیسیون به همین ترتیب پیش برود و یک نتیجه پر از تقلب را اعلام کند، معلوم است که آن نتیجه برای ما قابل قبول نیست. فاطمه کوهستانی، عضو مجلس نمایندگان، نیز افزود امیدوار هستیم که با استقلالیت تمام بتوانند نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کنند. بدخشان، فاریاب، جوزجان، تخار، سرپل، پنجشیر و بغلان 7 ولایتی هستند که روند بازشماری آرا در آنها پس از در حدود یک ماه ممانعت دسته های انتخاباتی 4 روز پیش آغاز شد. روند بازشماری آرا در این ولایت ها از بهر جنجالی شدن بیش از 300 هزار رایی که سوی دسته انتخاباتی تقلب دانسته می شد و تأخیر افتاد. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری طلوع نیوز، کمیسیون نتایج نخستین انتخابات فردا اعلام می شود. دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار که روند بازشماری آرا را تحریم کرده است، پیش از این گفته است نتایج نخستین انتخابات را نمی پذیرد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که فردا یک شنبه اول جدی نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهند کرد. یک عضو این کمیسیون می گوید که گزارش نتایج بازشماری آرای 7 ولایت باقی مانده سوی دبیرخانه این کمیسیون به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده است و با بررسی این گزارش کمیسیون انتخابات فردا نتایج نخستین انتخابات را اعلام خواهد کرد. حبیب رحمان ننگ، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، روز شنبه 30 قوس به طلوع نیوز گفت یک تیم کار می کند که برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات گزارش های نتایج بازشماری ولایت ها را گردآوری کند.
محمد حنیف دانشیار عضو کمیسیون مستقل انتخابات نیز بیان داشت. نتایج ابتدایی را باید ما دقت کنیم. به تفکیک ولایات و تفکیک ولسوالی و به تفکیک مراکز و محلات و اگر خلایی در گزارش دارالانشا وجود نداشته باشد ما نتایج را اعلام میکنیم. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.